Guten Tag, hallo, hallo Leute, hallo Freunde, hallo liebe Leute, hallo liebe Freunde. آغاز میکنم لکسیون 52. در این درس میخوام اون کلماتی رو که ما در درس های 49A, 49B, 50 و 51 در مورد مذکر مؤنث و خنسا و صفات ضمایر ملکی و صفتشون و تغییراتی که در اندونگا رخ میده بحث کردیم، در اینجا میخوام در مورد جمع به کار ببرم. بچه ها مثلا دوست فرویند میشه فرویند، خب دوستان میشه فرویده، هلو لویت هلو فرویده، من همیشه میگم هلو لویت هلو فرویده، سلام مردم، مردم یعنی بچه ها، حالا در اینجا سلام لویت، سلام فرویده، هلو لویت هلو فرویده، فرویده یعنی دوستان. خب حالا مثلا اگه بخوام بگم ما دوستان من چی میگم بچه ها؟ من در درس 42 بود فکر کنم، 42 تا 48 یکی از این درس ها درس دادم که ضمیرای آرتیکل جمع دقیقا مثل مؤنث هست. مثلا بچه ها در فرویند، خب در فرویند بزرگش کنم من 22 در فرویند، خب ما داریم در فرویند. حالا فرویند یعنی چی؟ در چرا در؟ چون فرویند یعنی چی؟ یه اسم چیه؟ یه اسم مؤنث هست، یه اسم مذکر یا ماسکولین هست، بنابراین در میگیره. خب حالا اگه فرویند دین بود میشد چی؟ میشد دی فرویندین، یعنی چی؟ یعنی دوست دختر. در فرویند یعنی دوست پسر یا دوست، دی فرویندین یعنی دوست دختر یا دوست. خب حالا اگه مثلا فرویند رو بخوام جمع کنم میشه چی؟ دوستان. مثلا فرویند یه مجموعه از دوستانتون که هم حالا یا تماما پسرن یا هم یه مقدار پسر توشه یه مقدار دختر. جمع مخلوط هم همیشه ما به صورت چی به کار میبریم بچه ها؟ از زمین برای جمع کردنشون از چیز مذکرشون استفاده میکنیم. مثلا دی فرویند ده، خب میشه چی؟ میشه دوستان. من هم میگم حالا لویت حالا فقاینده، حالا فقاینده که میگم یعنی شما ممکنه 4 تاتون پسر باشین 8 تاتون دختر باشید، فرقی نمیکنه دیگه، بنابراین از مذکرش استفاده میکنم. خب اگه شما همتون دختر بودید من چی میگفتم؟ مثلا میگفتم دی فقایندین یعنی دختر دیگه، درسته؟ یعنی دوست دختر، هم دوست دختر میدم یعنی دوستی که دختر باشه. خب حتما هم دوست دختر نباشه، دوست باشه فقط. خب نرمال دی فقایندین دینن، خب ان میگیره آخرش بچه ها. واسه جمع کردن در آلمانی روش های مختلفی وجود داره، خب مثل انگلیسی نیست که فقط یه اس یا یه ای اس اضافه کنید فعل بشه جمع، اسم بشه جمع. خب اینجا فرق میکنه بعضی، ولی قواعدش سخت نیست، یکی دو سه تا چیز داره، یه سری قواعد یه روال خاصی هم داره که همیشه میتونید اون رو استفاده کنید، من بهتون میگم، بنابراین نگران این فعلا نباشید که الان سخت شد نمیدونم جمعش چی شد اون چی شد، نه این اون چیز خاصی نیست. خب فقط فقایندین مثلا همیشه وقتی به این خط شد واسه جمعش ان میگیره. مثلا من پروفسور رو درس قبل داشتیم گفتیم یعنی چی؟ پروفسور یعنی استاد دانشگاه، پروفسور. خب پروفسور یعنی استاد دانشگاه. خب حالا مثلا میخوام مثلا بگم استاد زن باشه چی میشه؟ پروفسورین، درسته؟ حالا جمع این میشه چی؟ پروفسورینن، ای ان میگیره، چرا؟ چون این داره آخرش ای ان میگیره. پس بنابراین نگران این فعلا نباشی، قاعده داره بهتون میگم. خب ما پس گفتیم فرویند رو من داشتم درس میدادم، فرویند در فرویند یعنی چی؟ یعنی دوست، یه دوست پسر هست، خب یه دونه هست پسرم هست. حالا دوستان جمعی از پسر و مثلا دختر یا همش پسر میشه چی؟ میشه دی فرویند. خب همیشه آرتیکلشو چی میگیره بچه‌ها؟ آرتیکل حالت مؤنثو میگیره دی. خب جمع همیشه حالت مؤنثو میگیره دی آرتیکلش، با اینکه اینجا در حد حق خانوما یه ذره چیز شده، ظلم شده ممکنه، چرا؟ چون مثلا جمع خانوم و مرد و همه میگن به صورت جمعش با چیز مذکر میگن، مثلا میگن فرویده، خب فرویده، مثلا نمیگن فرویندینن اگه جمع پسر و دختر باشن نمیگن فرویندینن، ولی در عوض اینجا اومدن آرتیکلشو به زنان نسبت دادن، گفتن آرتیکلش اوکی باشه زن که دیگه تبعیضی وجود نداشته باشه. اوکی پس دی فرویده همیشه، مثلا داسکین میشه چی بچه ها؟ داسکین میشه بچه، درسته؟ داسکیند، خب بچه داسکیند. خب حالا دی کینده جمع میشه، خب به جای ای
اغ گرفت بچه ها. خب کیندر هم نمیگیم، کیندا میگیم، کایندر هم نمیگیم، این کینده. خب کیندا کیدز تو انگلیسی میگن کیدز. خب حالا اینجا این داس میگه نبود چیزش، آرتیکل کین داس بود دیگه، یعنی خونسا بود بچه. خب حالا که جمع شد چی میشه؟ بازم میشه چی؟ بازم میشه دی. همشون میشن چی بچه ها؟ میشن دی. مثلا تانته چی میشد؟ تانته لباس کیه؟ تنته، لباس خالته. تانته، تانته یعنی چی؟ یعنی عمه یا خاله. دی تانته، درسته؟ چرا عمه از خاله است دیگه، تی دی داره مؤنثه. خب فمینین هست دی. حالا اگه عمه ها و خاله ها باشه، تمام اسامی که به ا ختم میشن واسه جمع شدنشون ان میذاریم بچه ها. آرتیکل چه تغییری میکنه؟ هیچی، همون دی میمونه. چرا؟ چون واسه جمع هست، واسه جمع همیشه دی هست. دی فرویند، دی کیند، دی تانتن، اگال، یعنی مهم نیست چه آرتیکلی کلمه مفردش داره، اسم مفرد داره، هم وقتی جمع میشه همشون میشن دی. خب حالا بریم سراغ ببینیم چیزاشون چه تغییری میکنه. به حساب وقتی که دی شدن، خب واسه مؤنثا ما چی بگیم؟ مثلا میگفتیم ماین فرویند بچا، درسته؟ ماین فرویند یه چیز مذکر بود، خب ا اضافه کردیم شد جمع فرویده، یعنی دوستان. خب چرا؟ چون دی فرویده هست بچا، خب و حالت مؤنث مثل مؤنث داره، چیز آرتیکلش مثل مؤنث هست، پس اینم ا میگیرم. بخش مؤنث درس 48 و 49 آ، 49 بی و همچنین 46 و 7 ما داشتیم که واسه ضمیر ملکی همیشه ا میذاریم مؤنث باشه. خب چون این آرتیکلش هم مثل جمع مثل مؤنثه، پس واسه جمع هم چی میذاریم؟ ا میذاریم. و سلام ماین فرویند زین گوت، ماین فرویند زین گوت. دیگه جمع این گوت هیچ تغییری نمیکنه. مثلا بعضی موقع توی اسپانیایی و فرانسه میه، مثلا این خود فعلم مثلا یا عربی، خب اون صفتم میاد جمع میشه. اینجا نه، صفتی تغییری بچه ها نمی کنه. خب صفت همیشه گوت میمونه، آخر جمله است گوت میمونه. حالا بخوام بگم ماین فقاین زین دوستان خوبی هستن، خب دوستان خوبی هستن، اینجا صفت صرف نمیشه. چرا؟ چون آخر جمله اومده نقطه، تموم شد. ولی اگه بخوام بگم ماین فقاین زین دوستان خوبی هستند، خب میگیم چی؟ میگیم گوت فقاینده. خب صفت هم یه ا میگیره، پس ضمیر ملکی و صفت در حالت جمع چی میگیرن؟ همون ا میگیرن که حالت مؤنث گرفتن. چرا نگفتم عین گوت فقاینده؟ خب دیگه اینا که دیگه یه دونه که نیست، جمعه، پس عینه که دیگه اصلا نیاز نداریم، بازم راحت تر. ماین فقاینده زین گوت فقاینده، ماین فقاینده زین گوت فقاینده. خب ماین کیندا یعنی چی؟ ماین کیندا تکرار کنید بعد از من لطفا، بیت ویدئولن زین اخمیه. ماین کیندا، ماین کیندا، ماین کیندا، بچهای من. ماین کیندا تکرار کنید، ماین کیندا، کیندا، کیندر نگیدا، کیندا. اوکی، ماین کیندا زین فلایسیگ، ماین کیندا زین فلایسیگ یعنی چی؟ یعنی چی ماین کیندا زین فلایسیگ؟ یعنی بچهای من فلایسیگ، فلاپی دیسک یه سیگار رفته بود توش، تلاش کوشا هستن، با فعال هستن. خب فعال هستن، مورچه هم خیلی فعال بچه ها، بچه های این هم خب بچه های من هم فعال بودن. خب مثل مورچه، مثل موریانه، خب جمع میکنن. خب فلایسیگ، فلایسیگ، ماین کیندا زین فلایسیگ. حالا اگه بخوام بگم ماین کیندا بچه های من بچه های فعالی هستن، چی میگم؟ زین فلایسیگ کیندا، که هم همیشه بزرگ نوشتم بچه ها، ببینید اسم دیگه، اسم همیشه بزرگ مینویسید. ماین کیندا زین فلایسیگ کیندا. اوکی، در اینجا من درس رو به پایان میبرم، این قسمت رو میبرم درس 52 ب و بیسکلاش. تشوس.